سلام دوستان، در این ویدیو کوتاه می‌خواستم نکات جالبی رو در مورد پکیج‌های آموزشی و بسته‌های آموزشی بهتون توضیح بدم، چون خیلی از من پرسیدن که آیا بسته‌های آموزشی جوابگو هست یا نه، اصلا به درد می‌خوره یا نه. خب با پیشرفت تکنولوژی خواه نخواه نوع آموزش داره تغییر می‌کنه، شکل کلاس‌ها از شکل حضوری به کلاس آنلاین داره نزدیک میشه. وجود بسته های آموزشی باعث شده اصلا خیلی از افراد در برخی از دوره ها اصلا شرکت نکنند، بسته های حضوری دیگه و دوره های حضوری اصلا تشکیل نشد. ولی آیا اینکه بسته های آموزشی به درد میخوره یا نه؟ قطعا جواب من اینه که بله، به درد میخوره. ولی در حوزه آموزش زبان کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی من اگه با دیدن یک پکیج آموزشی نمیتونم یک نویسنده خوب بشم، رایتینگ هم به تنهایی خوب نمیشه، نمیتونم یه بسته آموزشی نگاه کنم اسپیکینگ هم قوی شه، نه. بسته های آموزشی در حوزه زبان، مثلا بسته های آموزشی کتاب محور، آموزشی کتاب مثلا ورد اسکیلز برای لغات، نمیدونم کتاب گرامر یوز برای در واقع تقویت گرامر، نمیدونم کتاب تاکتیکس فور لیسنینگ برای تقویت مهارت شنیداری و غیره، اینها نقش کاتالیزور دارن. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه شما برید کلاس آموزشگاهی بشینید و ساعت‌ها وقت بذارید به صورت قطره چکانی کتاب رو، دو سال حتی بیشتر طول میکشه کتاب تمام بشه، 100 درسش مثلا، در یک بسته آموزشی اون رو خیلی سریع تو کمتر از 2-3 ماه کاملش کنید و به پایان برسونیدش. و من راه یک ساله رو شاید یک شبه نتونید برید، ولی جای یک سال میتونید تو حداقل 3-4 ماه تموم کنید در واقع یک کتاب رو. اما سوال اینجایی که خب همه بسته آموزشی اوکی هن؟ قطعا نه. چه بسته آموزشی خوب؟ من چند تا نکته نوشتم که با هم مرور کنیم. اول کیفیت. شما باید ببینید که کیفیت بسته آموزشی به چه صورت است. چه کیفیت آموزشیش، بحث علمیش، که شما بسته‌ای که دارید تهیه می‌کنید واقعا آموزشش درست باشه. اینطور نباشه که مدرسی که داره درس میده خودش اشتباه داره میده. در واقع چیزی که شما یاد میگیرید اشتباهه. این اولین نیازی است که یک بسته آموزشی باید داشته باشه، کیفیت بالای سطح آموزش. روخونی نباشه، یعنی بیاد به شما چیزی رو یاد بده، چیز اضافه تر بگه، نکات کاربردی رو بگه. اگر گرامر هست چه جزئیات اضافه تری رو بگه، لغت هست چه نکات اضافی کاربردی رو بگه. برای این کیفیت آموزش بسیار مهم. و همینطور کیفیت در واقع تولیدش، صدا و تصویرش خوب باشه. اینطور نباشه که صداش اصلا من نتونم قد خش داشته باشه یا ضعیف باشه اصلا نشنم. کیفیت تصویرش انگار من دارم فیلم های مثلا 10 سال پیشم 20 سال پیشم. پس کیفیت صدا و تصویر ما رو در واقع علاقمند میکنه که اون ویدیو رو ادامه بدم، نه اینکه وقتی دارم اون ویدیو رو میبینم اصلا خود زده باشه. بحث بعد دسترسی دائمیه. من دسترسی دائمی داشته باشم، خب خیلی از بسته های آموزشی یک تایمی رو در نظر میگیرن، بعدش دوباره شما باید یه قیمتی رو پرداخت کنید. این بسته خوبی نیست. باید حتما به در واقع بسته‌ای که خریدید دسترسی دائمی داشته باشید. نکته بعدی در واقع اینه که مدرس کارپشته‌ای باشه، مدرسی باشه که خودش بسته رو، اون کتابی که آموزش میده چند بار خونده باشه، اصلا بدون چی داره درس میده. اینطور نباشه که وسط آموزش یه نکته جدید بفهمه، اولین بار باشه که داره درس میده، یا دانش آموزی باشه که رفته مثلا، یا حتی مدرسی که رفته خودشون کتاب رو یه بار دو بار خونده، حالا اومده فقط داره روخونی میکنه. روخونی نباشه کتاب. مدرس نکات رو بشناسه کامل، تسلط داشته باشه، بدون چه نکته اضافی اینجا به درد دانش آموز میخوره. خب این مدرس حتما کسی که چندین سال داره کار میکنه. و پشتیبانی. خب من ممکنه سوالی پیش بیاد برام، یا اصلا یک مثلا ویدئوی اشتباه آپلود شده، یا اصلا یه ویدئوی اشتباه درست داده شده، من چطور باید در واقع تبادل اطلاعات کنم؟ پشتیبانی. حتما باید یک لینک پشتیبانی دائمی وجود داشته باشه که شما یه سوالی داشتید جای متوجه شدید بتونید اطلاعات بیشتری بگیرید. و پشتیبانی واقعی، نه پشتیبانی الکی. اینطور نباشه که مثلا بگه ما پشتیبانی میکنیم ولی فقط گفته باشه هیچ پشتیبانی انجام نشه، سوال میپرسید میره مثلا 3-4 ماه دیگه جوابشو میده. این پشتیبانی خوبی نیست، پشتیبانی واقعی. و نهایتا قیمت مناسب. خیلی از بسته‌های حوزه آموزش زبان رو شما فقط کافیه یک سرچ آنلاین بزنید، اونا که قیمتاش پایین، راستش من خیلیشو دیدم نمونه آموزشاشو و
روحانی میگم، روحانی رو ترجمه کن. خب چه کار شما، برید همون متن کپی کنید تو گوگل ترنسلیت دید. اصلا مدرس میخواد چیکار شده و پول بدید. این خوب نیست. اونایی هم که معدود بودن، یعنی من چند تا بسته رو دیدم، شاید یکی دو تاش نسبتا کیفیت خوبی داشت، بسیار گرون بودن، یعنی مثلا قیمتش بالای یک خورده ای بود، یه تومن یک خورده ای. خب دانش آموز در ابتدای کار میخواد دو تا سه تا کتاب رو شروع کنه کار کنه، خب بنده خدا 3 میلیون 4 میلیون هزینه بده، کجا باید در واقع هزینه بده؟ برابر این قیمت مناسب هم برای یک بسته آموزشی نیاز هست. و نکته بعدی این که خب من پکیج آموزش رو کجا پیدا کنم؟ خیلی ساده است، شما یه سرچ آنلاین مثلا میخواد کتاب ورد اسکیلز رو کار کنید، فقط کافی یه سرچ آنلاین میزنید، ده ها بسته آموزشی موجوده، قیمتاش موجوده و نمونه در واقع آموزش هاش. شما فقط کافی که آموزش ها رو شاید مثلا نمیدونم مجبور شید 4 تا 5 تا 6 تا پکیج رو وقت بذارید، 2 ساعت 3 ساعت وقت بذارید مقایسه کنید، مثلا درس 1 درس 2 درس 3 این پکیج رو با اون پکیج، شاید میام 2 3 ساعت وقتتون بگیرید برای انتخاب کنید، ولی ارزشش رو داره. پس مقایسه خیلی ساده، تو گوگل میتونید سرچ کنید، تو یوتیوب پره، تو اینستاگرام نمونه آموزش بگیرید، نمونه آموزش ببینید و بعد مقایسه کنید که کدوم بهتر است. من در یک ویدیو جدا برای اینکه طولانی نشه توضیحاتی بیشتر رو در مورد ویژگی‌های در واقع پکیج و بسته آموزشی گروه خودم روم تاکس ارائه خواهم کرد. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید.